به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان نازنینم در سرتاسر جهان، امیدوارم شاد و سلامت باشید. خب در این کلیپ میخوام درباره رزمایش پیامبر اعظم 17 صحبت کنم، رزمایشی که سپاهمون راه اندازی کرده. حالا این رزمایش شامل قدرت نمایی زمینی، هوایی، دریایی و حتی زیرزمینی هم میشود و میخوام بریم چند تیکه از این رزمایش رو ببینیم. در اخبار بوده و بسیار غرور برانگیز و شگفت انگیزه که ما به چه دستاوردهایی در واقع رسیدیم. خب یکی از دوستان من سراسیمه برام یک کلیپی رو فرستاد از راشا توده که داشت میگفتش، از CNN بودهش که داشت میگفت عربستان سعودی رفته با چین قرارداد بسته که چینیا بهشون موشک‌های بالستیک بفروشن. خب و یه فعالیت‌هایی رو اینها در واقع از فضا دیدن، این سفینه‌ها یا ماهواره‌های جاسوسی آمریکایی، و دیدن که فعالیت‌هایی بین پکن و ریاض در حال انجام هست و به نظر میرسه که دارن پایگاه موشکی اونجا میزنن، موشک بالستیک و این حرفا. خب حالا عربستان سعودی که خودش عرضه این کارا رو نداره، عرضه نداره که بره خودش اینها رو طراحی بکنه و بسازه و بومی سازیش کنه، ناچار از چین بخره، نمیشه بهش ایراد گرفت. در هر صورت این تنش در خاورمیانه باید باشه و هدف اینه که تمام کشورهای خاورمیانه هی سلاح بخرن، حالا یا آمریکاست یا چینه یا از روسیه است. خب اگر که من جای عربستان بودم میومدم از ایران سلاح میخریدم. حالا اینا در هر صورت فکر میکنن که مثلا آمریکا کمکشون نکرد، حالا پناه بردن به چین، ولی تا زمانی که خودشون اون تکنیک و اون فناوری رو نداشته باشن، همون آش همون کاسه است. باز هم موشک های بالستیک نقطه زنه، نمیدونم های تک هم از چین اگر بخرن و بگیرن چین بهشون بده، باز هم اون کسانی که باید بشینن و اینها رو برنامه ریزی کنن، آپریت بکنن به قول اینجا، یا اونا رو ندارن. خب عربستان سعودی حتی از خودش یه آرشگر هم نداره، چطور میخواد این کارا رو بکنه؟ خنده داره. حالا از اینا بگذاریم، بریم و چند کلیپ ببینیم و از این رزمایشای واقعا غرورآفرین. یکی از سخنانی که از سردار سلشکر حسین سلامی در این رزمایشا گفته شد، یکی از سخنان ایشون اینه که ما در راهبرد دفاعیمون فقط راهبرد دفاعی ما فقط برای دفاع نیستش، بلکه تهاجمی هم هست، یعنی فقط پدافندی نیست بلکه آفندی هم هستش، یعنی ترکیب هستش. و دیگه یه سخنان بسیار جالب از سردار حاجی زاده که یه تکه پرونی های بسیار هوشمند و باحالی ایشون انجام میدن گاهی گداری که میمونه تو تاریخ، مثلا ما هم خدایی داریم. حالا در این کلیپ هم یه تیکه پرانی های بسیار جالبی است، بریم با هم دیگه ببینیم و خوشحالی بکنیم که دفاعی ما به این پایه از توانمندی رسیده و به این پایه از استقلال نظامی. این باعث واقعا افتخاره. خب بریم با هم دیگه ببینیم و خوشحال بشیم. فردا ادامه دارد. حالا گزارشی از روز گذشته رزمایش که هم اکنون به دست ما رسیده تقدیم میکنیم. با رمز یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله، عملیات خود را آغاز کنید. الله اکبر. در ادامه رزمایش مشترک پیامبر اعظم 17 نوبت به قدرت نمایی نیروی زمینی سپاه رسید. ببینیم بدجوری دارن آتیش بازی میکنن. در ضمن حواسمون باشه که آغاز هر رزمایشی با نام حالا پیامبران هست، یه نامهایی که در واقع در دینمون هست و به نیت اونا آغاز میشه. خب اینه که من دارم میگم اون قدرتی که ما داریم و در محور مقاومت هست، در واقع اون باور قلبی دینی ما هست و اون
اسلام نابه که رخنه کرده در دفاعی ما. این خیلی مهمه، حواسمون باشه که ما به دلیل این اسلام ناب محور مقاومت رو تشکیل دادیم و به این سبب هست که رسیدیم به جایی که رسیدیم، به دلیل اینکه برگردیم به کوروش و از این داستانا و نمیدونم ایران شهری و ایران باستان و این چیزا، این نقطه مشترک ما نیست با محور مقاومت. مثلا در لبنان رهبر مقاومت در اونجا، ایشون نقطه مشترکش با ما چیه؟ خب همون اسلام نابه، ولی که اونا که کوروش رو نمیشناسن. خب اینا مهمه که حواستون باشه، و برای اونایی که کوروشی هستن و ایران شهری و نمیدونم از این داستانا میگن، حواسمون باشه به این موضوع. خب حالا بریم این آتش بازی رو ببینیم. اینا آتش بازی دارن میکنن، مثل اینکه خودشون هم خیلی آتش باره هستن. خب بریم نگاه کنیم. وسعت میدان نبرد از کوه مبارک تا بندر چارک و تنگه هرمز در خلیج فارس، مرحله دفاع مستحکم از ساحل. دقایق پیش شاهدش بودید که در این منطقه اجرا شد و برادران ما با حجم وسیع آتش و دقت بالایی که داشتن توانستند به دشمن بفهمانند که ساحل ما نفوذناپذیر هستش. در این مرحله از رزمایش، رزمندگان نیروی زمینی سپاه با ترکیبی از توانمندی‌های موشک‌های کروز و نقطه‌زن، پهپادهای تهاجمی، انتحاری و شناسایی، نیروهای مخصوص واکنش سریع، توان و اقتدار خود را به نمایش گذاشتند. در ادامه همچنین یگانهای بالگردی پشتیبانی و تهاجمی، زرهی و ادوات و توپخانه. متوجه شد اینجا جوانای خوش تیپی توی سپاه و ارتشمون داریم. واحدهای جنگ الکترونیک و تخریب در فضای کاملا عملیاتی به اجرای رزم پرداختند. یک اصل مشترک در مجموعه سپاه داریم که بر فضای دکترینی همه نیروهای سپاه حاکم هست، و اون هم این هست که ما راهبرد دفاعیمون رو با تاکتیک‌های تهاجمی همراه می‌کنیم. یعنی وقتی که از تمامیت ارضی و استقلال و منافع حیاتی کشورمون دفاع می‌کنیم، این دفاع صرفاً پدافندی نیست، بلکه دفاع ما با هجوم‌های پی در پی به مبادی عملیات دشمن همراه خواهد بود. اجرای عملیات نفوذ و تازش ساحلی، انهدام مواضع و استحکامات دشمن همراه با دفاع مستحکم ساحلی، با در نظر گرفتن شرایط گوناگون نبرد و همچنین رزم شبانه چند مرحله‌ای با بهره‌گیری از توان یگان‌های مختلف رزمی از ویژگی‌های دیگر رزمایش بود. اما پیام مهم رزمایش از زمان سرلشکر رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا. قرارگاه مرکزی خاتم هشدار می‌دهد هر گونه اقدام و تهدید نظامی علیه تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به معنای موافقت آمریکا محسوب می‌شود، و در پاسخ به آن ایران تمام مراکز و پایگاه‌هایی که در همین فضایی که هواپیماهای دشمن عبور کرده اند و ایران رو مورد تجاوز قرار داده اند، ما اونها را به اضافه مبدأ تجاوز در هم خواهیم کوبید. این یکی از اون پیام‌های محکمه که دل منو خنک کرد، که اینا هی میشینن چرند میگن، هی از سر و مغزشون چیزایی میریزه که واقعا آدم بهشون میخواد بخنده، ولی ایشون سرلشکر رشید پاسخ خیلی محکم و کوبنده‌ای بهشون دادن. در ضمن سردار سلامی رو دیدین که ایشون یکی از هوشمندترین و با درایت‌ترین فرماندهان ارتشی، فرمانده های نظامی، ایشون که تو ارتش نیستن ولی فرمانده های نظامی رو کره زمین هستن به باور من. هر کدوم اینا واقعا وجودشون ارزشمنده برای ما.
رزمایش پیامبر اعظم در عمل یعنی این که همه بدانند تاکتیک های رزم سپاه در زمین، دریا و آسمان تغییر کرده است و از دفاعی به تهاجمی هوشمند مبدل شده است. علی محقق، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه رزمایش پیامبر اعظم، جزیره قشم. شلیک موشک های کروز دریایی با برد متوسط و عملیات هوایی پهپادهای نیروی دریایی سپاه انجام شد. در چهارمین روز از هفدهمین رزمایش بزرگ پیامبر اعظم، دستور آغاز عملیات تهاجمی دریایی صادر می شود. یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا. توجه کردین؟ یا فاطمه الزهرا. بازم همین. موشک‌های رادارگریز و نقطه زن کروز دریایی، دریا و آسمان منطقه رزمایش را به تسخیر در می آورم. در ادامه شلیک موشک های بالستیک ساحل به دریا توان واکنش را از دشمن می گیرد. با توجه به رادار گریز بودن این موشک‌ها، دشمن غافلگیر و توان واکنش نیروهایش گرفته می شود. در ادامه ناگهان پهپادهای تهاجمی و برد بلند نیروی دریایی سپاه در آسمان ظاهر می شوند. پس از شناسایی اپتیکی با اسکن حرارتی و پایش سیگنالی، مواضع دشمن را هدفگیری و به سرعت و با دقتی بسیار منهدم می کند. در این عملیات از پهپادهایی با چهار مأموریت متفاوت استفاده شد. هم پهپادهای نیروی دریایی سپاه پاسداران به شکل بسیار دقیقی از فواصل مختلف و جهات مختلف هدفها را به دقت مورد اصابت قرار دادند و هم موشک‌های بالستیک نیروی دریایی سپاه که پدیده جدیدی است برای نیروی دریایی علاوه بر موشک‌های کروز که موازی سطح حرکت می‌کنند. تسلیحاتی که حاصل اعتماد به دانش بومی جوانان کشور است. این سلاحایی که اینجا استفاده شد تماما میشه گفت ایرانی هستن. مهماتی که ما استفاده کردیم مهمات ایرانی است و افتخار است در وزارت دفاع و نیروهای مسلح داره تولید میشه. یکی از مهمترین ویژگی های این رزمایش به کارگیری تسلیحات و سامانه های متنوع، بروز و کارآمد است. این سلاح‌ها کابوس دشمنان است و آنها را دورتر از مرزهای کشور زمینگیر کرده است. ببینید، من واقعا همیشه تعجب می‌کنم این همه توانایی، عظمت، ابهت، قدرت و این همه توانایی در تکنولوژی و روی این لبه تکنولوژی دارن راه میرن از نظر نظامی. واقعا برای من خیلی شگفت‌آوره که به کجا رسیدیم و بسیار غرورآفرینه. خب بریم یه کلیپ دیگه ای رو ببینیم، اونم جالبه براتون. بعد میخوام یه مقاله کوچیکو بخونم و اینکه نشریه‌های خارجی چی میگن درباره این. آغاز میشه سردار سلامی نازنین که سردار دلخواه من، در برای ایشون واقعا احترام خیلی زیادی دارم، واقعا ایشون نابغه هستن. خب بریم گوش کنیم ببینیم که سردار حسین سلامی نازنین چی برای ما دارن. آغاز کنیم. یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا. پایان رزمایش مشترک پیامبر اعظم 17 سپاه با غرش انواع موشک. در این مرحله از رزمایش به طور همزمان 16 فروند موشک برد بلند، میان برد و کوتاه برد نیروی هوافضای سپاه با موفقیت کامل اهداف و مواضع حساس شبیه سازی شده دشمن را در هم کوبیدند.
این بخشی از قدرت موشکی جمهوری اسلامی است. یعنی تعداد 16 موشک که به طور همزمان به هدف اصابت کرد بخش کوچکی از صدها موشکی است که میتواند به طور همزمان به هر هدفی که اون کشور قصد مخاصمه و تهاجم به جمهوری اسلامی رو داشته باشد اصابت بکنه و انهدام کاملی رو ایجاد بکنه. آفرین به سردار محمد باقری، فرمانده ارتش و سپاهمون. این رزمایش در کنار رزمایش زمینی و دریایی سپاه در تنگه هرمز و منطقه جنوب نشانگر این است که تمامی نیروهای مسلح علاوه بر سپاه، ارتش و دیگران همه آماده هستند که چنانچه تهدیدی برای کشور وجود داشته باشه بلافاصله و با قاطعیت و دقت تمام به تهدید پاسخ بدن و دشمنان رو سر جای خودشون بنشونن. بارش موشکی و کم نظیر، آن هم با دقت اصابت 100% موشک‌های عماد، قدر، سجیل، زلزال، دسفول و ذوالفقار. این رزمایش به خصوص رزمایش امروز یک پیام بسیار واضح و آشکار داشت و اون هم یک هشدار جدی، واقعی و میدانی به تهدیدات مقامات رژیم صهیونیستی است که مراقب اشتباهات و خطای خود باشند. اگر دست از پا خطا کنند دستهاشون رو قطع خواهیم کرد. یعنی بین عملیات واقعی و رزمایش موشکی تنها تغییر زاویه پرتاب تفاوت ایجاد میکنه. موشک هایی که دلم هم واقعا خنک شد از این حرفای سردار سلامی نازنین. حالا علاوه بر قدرت، سرعت و نقطه زنی، قابلیت منوپذیری برای عبور از سپر دفاعی دشمن را پیدا کرده است. ما توانستیم به موشک های بالستیک هم جهت بدیم، در جهات مختلف حرکت بکنه، مانور بده و خب این پدیده کار دشمن رو بسیار سخت میکنه. زدن موشک‌های بالستیک اصولا خیلی سخته و درصد کمی رو میتونن اصابت قرار بدن، ولی با این کاری که انجام شد تقریبا صدها میلیارد دلار هزینه های دشمنان ما ضرب در صفر شد، یعنی دیگه ارزشی نداره. خب دیگه هر عددی ضرب در صفر میشه صفر. یعنی الان F-35 شون هم که میلیارد دلار هزینه کردن، اینا هم دیگه ناکارآمد میشن. تمام این تجهیزات به اصطلاح پیشرفته تبدیل میشن به آهنپاره، برای اینکه وقتی نتونن این موشک‌ها رو در واقع بزنن یا جلوگیری بکنن ازشون، یعنی که صفر. واقعا درسته. اینم یکی از اون تیکه‌های جالب سردار حاجی زاده بود که تو این رزمایش پیامبر اعظم ایشون پروندن، خیلی جالبه. در این رزمایش فقط به حملات موشکی اکتفا نشد و همزمان با شلیک موشک‌ها 10 فروند پهپاد هجومی نیز با پرواز همزمان از مبدأ اهداف از پیش تعیین شده را منهدم کردند. شلیک و اصابت همزمان. خب من اینو می‌بندم. با سپاس از تمام فرماندهان در سپاهمون، دستشون درد نکنه و خسته نباشین میگم، خسته نباشین میگیم به بچه های سپاه، به بچه های ارتشمون، به دفاعیمون، دستشون درد نکنه. واقعا باعث افتخار همه ما هستن و من امیدوارم که ما بتونیم از این توطئه کرونا یه مدلای بیرون بیایم، زیرا تمام اینا موقعی ارزش پیدا میکنه، تمام این قدرت و استقلال ما، که از یه در دیگه اونا وارد نشن. یعنی ما انداختیمشون بیرون، 43 سال هم جلوشون ایستادیم، حالا این دارن از در کرونا وارد میشن. اینو من بارها گفتم و برنامه ساختم دربارش و نمیتونم که نگم، یعنی نمیتونم بیخیال شم و نگم. خب حالا بریم یه مقاله ای رو برای شما میخونم. این مقاله رو از فارس نیوز هستش و ببینین که در این مقاله چی گفته میشه. باستاب نزمایش پیامبر اعظم 17 در رسانه‌های خارجی، ایران توان موشکی خود را به نمایش گذاشت. رسانه‌های خارجی با تمرکز بر برگزاری رزمایش مشترک پیامبر اعظم 17 تاکید کردند که ایران در این رزمایش انواع موشک‌های خود را به نمایش گذاشت. البته من فکر می‌کنم که ایران هنوز یک
چیزهایی، یک توانایی هایی رو داره که اینجا به نمایش نمیگذاره. یعنی دفاعی ما هوشمندتر از اینا هستن که بخوان دستشون رو تماما باز کنن. این نظر شخصی منه. خب به گزارش گروه بین‌المللی خبرگزاری فارس، همزمان با برگزاری رزمایش جدید از سوی نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جنوب کشور، رسانه‌های خارجی بعد از ظهر دوشنبه به وقت تهران به واکنش در این زمینه پرداختند. شبکه خبری انگلیسی سکای نیوز گزارش داد که ایران در این رزمایش انواع موشک‌های خود را به نمایش گذاشت. سکای نیوز با نمایش فیلمی از این رزمایش نوشت. اینا دارن بدجوری می‌سوزن. ایران به فهرست کشورهایی می‌پیوندد که هنگام برگزاری رزمایش به سرعت تجهیزات در حال آزمایش رو به تصویر میکشاند. یعنی حتی این رزمایش هم باید شما یه توانایی داشته باشید که یکی پس از دیگری و با سرعت و پشت سر هم نمایش اینا رو به نمایش بگذاره. یعنی این خودش یک توانایی بسیار بالایی میخواد. شبکه خبری راشا تودی، شبکه خبری روسیه راشا تودی نیز در این زمینه نوشت ایران در رزمایش جدید خود موشک‌های بالستیک و کروز را شلیک کرد. موشک‌های بالستیک ایران بردی معادل 2000 کیلومتر به این دارند، به این معنی که می‌توانند به پایگاه‌های آمریکا در منطقه و همچنین اهدافی در اسرائیل برسند. خب همین صحبتی بود که سرداران ما کردند. در واقع خیلی آسون میشه در اون گفتگویی که سردار سلامی انجام دادن و سردار رشید، منظور اینه که آمریکا پایگاه‌های زیادی دور و بر ایران و تو منطقه ما داره و اگر که اونا بخوان به تجهیزات صلح‌آمیز هسته‌ای ما آسیب برسونن، ایران دیگه این دفعه وای نمیسته که ببینه کی بودش، از کجا اومد، همه اینا رو میزنه. هدف منظور این بودش و راه درستش هم همینه. خب خبرگزاری رویترز نوشت ایران نسبت به پاسخ کوبن، اینا همشون خبرگزاری صهیونیستی هستن، رویترز یکی از اوناست که در تاپ، در بالای لیسته، به پاسخ کوبنده به هر گونه اقدام از سوی اسرائیل که مخالف تلاش‌های قدرت جهانی برای احیای توافق هسته‌ای 2015 تهران هستند هشدار داد. در این رزمایش همزمان 5 موشک کروز و پهپادهای مسلح به اهداف از قبیل تعیین شده حمله کردند. البته موشک‌های خیلی بیشتر از این چیزا هم بودش. خب حالا روزنامه صهیونیستی جروزلم پست نیز در گزارشی نوشت ایران توانایی موشک‌های خود را به عنوان بخشی از رزمایش پیامبر اعظم 17 نشان می‌دهد. به نوشته این روزنامه ایران در دومین روز این رزمایش با موشک، پهپاد و سایر تسلیحات تمرین کرد. در این مرحله از رزمایش موشک‌های بالستیک زمین به زمین به اهداف از پیش تعیین شده اصابت کردند. ایران همچنین گفته است که اهداف شناور دشمن فرضی را با شلیک موشک‌های زمین به زمین و ساحل به دریا منهدم کرده است. اینها را شبیه سازی کرده. خب بقیه این مقاله رو دیگه نمیخونم، من اینو میبندم. خب حالا میخوام باهاتون یه صحبتی خودم داشته باشم و اون اینه که ما یه رزمایش ترکیبی رو اینجا نشون دادیم، به نمایش گذاشتیم، برای اینکه برخی از این کشورهایی که این دور و بر هستن و عربستان سقوطی و نمیدونم اسرائیل، اینا حرفای مفت زیاد زدن و حالا اینجا برای اینکه یه بار برای همیشه محکم بزنیم رو میز، خب یه بار برای همیشه که نه، که ببینن توانایی ما چی هست که خفه خون بگیرن بشینن سر جاشون. ولی یه چیزی رو میخواستم بهتون بگم، این رو برای کسانی که نگران هستن، فکر میکنن اسرائیل میاره قرولون میکنه و ببخشی معذرت میخوام زر میزنه، اینا واقعا خودشون به تنهایی میتونن حمله کنن به ایران یا غلطی از این دست بکنن. خیالتون راحت باشه عزیزان من، چنین چیزی امکان پذیر نیست. اسرائیل چنین غلطی نمیتونه بکنه. خیالتون تخت و راحت باشه، برای اینکه اسرائیل تواناییشو نداره. اول از همه که نیروهای نیابتی ما اونجا دورورش هستن و محاصرش کردن. از اون که بگذریم، رهبر ما که گفتن اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن، اگر که غلطی ازشون سر بزنه تل‌آویو و
با حیفا رو با خاک یکسان میکنیم، مگر یادشون رفته؟ خب اینا میدونن. و آمریکا هم واقعا اینقدر الان درگیر و گرفتار چین و روسیه و دغدغه های اقتصادی خودش هست که الان بخواد بره مثلا برای اسرائیل جنگ نیابتی بکنه اصلا تو برنامهش نیست. و خب این رو باید بپذیریم و داشته باشین. اما این رزمایش برای این که خب به همه نشون داده بشه که ایران به کجا رسیده، و من بسیارم خوشحالم که در فواصل زمانی معین میان و توانایی رو نشون میدن، چون به روز میشه دیگه، تجهیزات نظامی ما به روز میشه، تواناییمون به روز میشه و لازمه. حالا ببینین، آمریکا و ارتش آمریکا یکی از اون عناصری هست که بالاترین میزان آلودگی در کره زمین رو در هوا و زمین و فضا ایجاد کرده. فقط ارتش آمریکا با 800 تا پایگاه نظامی و این همه جنگ ها که درست کرده دوروبر دنیا و این همه بمبارانی که میکنه، فکر میکنین این بمبارانی که انجام دادن در افغانستان، در عراق و اینها، خیلی از این تجهیزات نظامیشون رو میبرن اونجاها آزمایش میکنن، در صورتی که ایران تو خاک خودمون میاد اینا رو آزمایش میکنه. ایران نمیبره اینا رو بریزه رو سر کشورهایی که گناهی ندارن، یعنی رو افراد بیگناه. این کاری است که آمریکا میکنه، میبره تجهیزات نظامیشو تو افغانستان آزمایش میکنه. چقدر اینا اینجا آلودگی محیط زیست پدید آوردن در کشورهای دورور ما، اصلا اینا برای کره زمین اینا خطرناکن، اینا آلودگی ایجاد میکنه، اینا مضرن، وجودشون مضره، وجود اصلا دولت و ارتش آمریکا برای کره زمین مضره واقعا. و من بسیار تاسف میخورم که ما خودمون ناچاریم تو این چی بگم، تو این مسابقه تجهیزات نظامی شرکت کنیم. منی که از تجهیزات نظامی بدم میومد در دوران جوانی و نوجوانی و در خیلی میخوام بگم چند وقت پیش، میبینم که اینها راه چاره‌ای برای کشورهایی مثل ایران نمیگذارن که ما هم بریم دنبال این مسابقه تجهیزات نظامی، که هی باید اینا رو بروز کنیم، هی باید بیایم رزمایش انجام بدیم، هی باید محیط زیست رو در واقع آلوده بکنیم. شما فکر میکنین که حالا این یه چشمه‌ای بودش، همشو که ما ندیدیم، این 5 روز بودش ادامه داشت این رزمایش پیامبر اعظم 17 که به جا بود برای اینکه این دشمنا بشینن سر جاشون، ولی توجه بکنیم به این آلودگی محیط زیست، آلودگی که در محیط زیست ایجاد میکنه. وقتی شما موشک میزنین زمین به زمین و میره میخوره توی فضایی، اصلا میگیم در کویر ایران میخوره، یا میزنین به یه مقصدی در دریا، در دریا میزنین، خب فکر میکنین که برای اون آبزیان چه اتفاقی میفته، یا برای اون فضای حالا بگیم در کوه، دشت، صحرا، جایی که این موشک زده میشه، بیشتر الان این دفاعیمون میرن توی کویر و اونجا این کار رو انجام بدن. در هر صورت اینا آلودگی ایجاد میکنه، اینا که نمیتونیم چشممون رو به روش ببندیم و بگیم نه اینا همه نقل و نبات از آسمون میاد میخوره تو خاک کشورمون، ولی ناچاریم. این رفتار ضد بشری ارتش آمریکا باعث شده که کشورهای دیگه ناچارن این چنین مسابقه های ضد بشری رو داشته باشن. تجهیزات نظامی ضد بشریه، فرقی نمیکنه که ایرانیش باشه آمریکاییش باشه، ضد بشره و ضد محیط زیسته و محیط زیست رو آلوده میکنه. و ای کاش این شیاطین بیشرف اینا از رو کره زمین محو میشدن. منظورم شیاطین غربی هستش، که ماها ناچار نشیم که اصلا و ابدا بریم دنبال تجهیزات نظامی. برای چی باید الان روسیه چقدر تجهیزات نظامی دارن؟ چین خیلی پیشرفت کرده، الان داره کمک عربستان میکنه، پیشرفته ترین موشک های بالیستیک رو داره چین، پیشرفته ترین موشک های کروز رو داره، نقطه زن ها رو داره. خب این تکنولوژی رو داره در اختیار عربستان میگذاره، خب اونا میخوان پول از بغل عربستان بکشن بیرون. فکر نکنین چینی هم آدم های خیلی خوبی هستن، چنین فکر رو اصلا نکنین.
من خیلی موافق این راه ابریشم هستم و تجارت با چین و تمام اینا، اصلا و ابدا نمیخوام هیچ حرف منفی در اون باره بزنم، ولی یادتون باشه که چینم افتاده دسته یه شیاطینی که نباید بیفته. پوستش کمونیستیه، خب پوستش، داخلش چیه؟ داخلش همون کثافت کاپیتالیسم، گند کاپیتالیسم داخلشو گرفته متاسفانه، همون بلایی که سر کشور ما اومده. ما پوستمون جمهوری اسلامیه، تو این پوسته نظامیامون در اون پوسته هستن، بسیجیامون و تمام اون جریان انقلابی در این پوسته هستن. داخلشو که نگاه میکنین میرسین به دولت و به تمام سیستمایی که اونجا هست، اینا بدجوری کاپیتالیستی شدن، بدجوری آلوده شدن، بدجوری خراب شدن. حالا ما اومدیم یه رئیس جمهور انقلابی انتخاب کردیم، آقای رئیسی و برخی از وزیران ایشون که آدمای خوب و درستی هستن، نگفتم همشون، برخیشون خب، ولی وقتی که یه چیزایی از سنگ بناش خرابه ما باید اونا رو درست کنیم. ولی متاسفانه این کاپیتالیسم محض وحشی بی پدر و مادر و ضد بشر و ضد بشر اونجا رخنه کرده، لونه کرده تو خیلی از سیستم‌های ما. متاسفانه من نمیتونم اینا رو نگم، نمیتونم نگم بگم همه چیز گل و بلبلیه و شنگولی منگولیه. خب نیستش، داریم میبینیم دیگه. اگر که همه چی درست بود که چرا باید اقتصاد ما اینطوری بشه؟ ها درسته که یه روحانی و دارو دستش اومدن خیلی ضد منافع ملی عمل کردن، ولی اگر که سیستم طوری بودش که سیستم درست بود، سنگ بناهاش درست بودن، اینا نمیتونستن این همه بلا سر کشور بیارن. خب در صورت منی که از تجهیزات نظامی گریزان بودم، بدم میومده، الان نشستم اینجا و لذت میبرم وقتی میشینم نگاه میکنم موشک بارون ایرانو و آتش بازی بچه های دفاعیمونو، میشینم لذت میبرم. ببینین چه اتفاقی برای تفکر بشر، چه اتفاقی افتاده برای تفکر برخی انسانهایی که یکیش خود من هستم، کسی که محیط زیست، عاشق محیط زیسته و ضد تمام این چیزهایی که محیط زیست رو آلوده میکنه، عاشق حیوانات، حقوق حیوانات، عاشق انسانها، صلح، تمام اینا. ببینین من به کجا رسیدم که باید بشینم خوشحالی بکنم وقتی میبینم ایران صدها موشک پراکنی میکنه، مثل شب چهارشنبه سوری که میبینین آتش بازی میکنن. خب من باید خوشحال باشم؟ خب یه چیزی درست نیست دیگه، بیاین واقع بین باشیم. ولی در هر صورت این شیاطین کشورهای دیگر رو وادار میکنن که برن و در واقع تو این مسابقه شرکت کنن. من فقط دعا میکنم این شیاطین ریشهشون از رو کره زمین برچیده بشه، اینا کنده بشن. من نمیدونم چجوری، راهش رو نمیدونم. امیدوارم که این امام زمانی که میگن قراره بیاد، امیدوارم که بیاد. کی میخواد بیاد؟ وقتش الان دیگه. مگه ما زمانی بدتر از این موقع داشتیم؟ فکر نمی کنم. هرچی فکر می کنم برمیگردم به دوران گذشته، فکر می کنم که چجوری بود در دوران کودکی من، نوجوانیم، جوانیم، همینطوری که گذشته و الان نگاه می کنم به دنیا. من زن جهانگشته‌ای هستم و نگاه می کنم واقعا تأسف می خورم. امیدوارم که اون نیروی الهی، اون امام زمان، هر چی که میخواین نامش رو بگذارین، امیدوارم که ظهور کنه و یه پایانی روی این همه ظلم و ستم، روی این همه تجاوز، این همه تخریب، این همه کشت و کشتار، این همه این چیزهایی رو که کاپیتالیسم محض، این همه فساد و جنایتی که اینها ایجاد کردن، یه پایانی، نقطه پایانی بر همه اینها بگذاره. خب امیدوارم که از این برنامه نظامی ایران و توانایی نظامی ایران خوشحال شده باشین و مثل من در واقع حالا گیج و مات و مبهوت نباشین. در هر صورت
هر چیزی به جای خودش. من از این توانایی‌ها بسیار خوشحالم، بسیار شادمانم و تبریک میگم بهشون و به خودم افتخار میکنم. از سوی دیگه دیدین که نظرم چی بودش. خب سلام بر سردار دلهامون، سلام بر تمام چیزهای خوب، صلح، آرامش، انسانیت، ارزش‌های اخلاقی و تمام چیزهای خوب روی این کره خاکی. سلام بر رهبر عزیزمون و لعنت بر هرچی شیطانه و لعنت بر تمام این کسانی که کارشون فروش سلاح هست، پول از جیب مردم آمریکا در میارن که برن کارخونه‌های اسلحه سازی رو چاق و چله بکنن، و لعنت بر تمام این شیاطین. خدا نگهدارتون.